دو روز پس از کشتار شهر حوله در سوریه، تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای این کشور از جمله در ادلیب ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل این کشتار را که در آن 34 کودک هم جان خود را از دست دادند محکوم کرد. شورای امنیت با تصویب قطعنامه غیر الزام آور از دولت سوریه خواست سلاح‌های سنگین خود را از مناطق مسکونی بیرون بکشد. یکی از دیپلمات‌های روس حاضر در سازمان ملل میگوید اتفاقات سوریه در دو روز گذشته ما را نگران و خشمگین کرده است. قبل از دخالت شورای امنیت به تحقیق در این زمینه نیاز داریم. سرپرست ناظران صلح سازمان ملل متحد استفاده از تانک‌ها و سلاح‌های سنگین را تایید کرده است. کشتار غیر نظامیان در سوریه در حالی ادامه دارد که 250 ناظر صلح سازمان ملل با موافقت دولت سوریه برای اطمینان یافتن از طرح صلح آتش‌بس کوفی آنان در این کشور به سر می‌برند. سازمان ملل متحد تایید کرده است که روز جمعه دست کم 108 نفر در درگیری‌های شهر حوله کشته شدند و 300 نفر مجروح.